سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون بنابری و برنامه چشمانداز ها. بار دیگر با تغییر روزنه هستیم. سلام بر تو تغییر عزیز. منم همینطور به خودت و بینندگان عزیز سلام دارم. مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی بایدن و رئیس جمهور ایران و رؤسا و نخست وزیران بسیاری از کشورها به صورت حضوری و مجازی در حال برگزاریه. بحث‌های مربوط به مسئله زیست محیطی، مسئله افغانستان، مسئله اتمی ایران و مسائل مهم بین‌المللی در این کنفرانس در واقع در این مجمع در حال گفتگوست و مواضع دولت ها در این رابطه بیان میشه. در این رابطه رئیس جمهور اسلامی در تاکید بر به اصطلاح عدم اعتماد به قول های ایالات متحده و اینها تاکید کرد و ادامه درخواست های حکومت اسلامی یا همان حرف هایی که تا حد زیادی در مناظره های تلویزیونی گفته بود تأکید بر اون و مواضع خامنه‌ای رو اونجا بیان کرد که نشان دهنده در واقع تأخیرها و بسیاری از سیاست هایی که تاکنون در ارتباط با مسئله برجام جاری است. در این حال ایالات متحده هم با شرط بازگشت ایران به همه قول و قرارها و پیامهای در واقع دوره برجام گفت که ایالات متحده میتونه برگرده به برجام. در این رابطه مسئله تأثیرات این قضیه و این تأخیر چند ماهه در مذاکرات بسیارانی رو از رهبران کشورهای مختلف خصوصا کسانی که در این قرارداد برجام در واقع هستند رو به این دعوت کرد که جمهوری اسلامی خوبه سریعتر به مذاکرات برگرده، چرا که مسئله گسترش تحقیقات و اقدامات اتمی ایران میتونه موانع این برجام رو بالا ببره، در این حال میتونه تحریم ها رو در واقع ادامه بده و تحریم هایی که کلن اقتصاد ایران رو بیشتر از هر زمان دیگری ببره به زیر. تو این در موازات با این پذیرش جمهوری اسلامی بالاخره به کنفرانس همکاری های در واقع شانگهای بسیار بسیار مسئله مهمی بود، کنفرانسی که تا حد زیادی در واقع همکاری های تازه‌ای رو برای ایران می‌طلبه، همکاری های اقتصادی و دفاعی و نظامی و پیوستن به اون نگاه به اصطلاح شرقی که خامنه‌ای روش به اصطلاح تاکید داشت، اون شعار به اصطلاح نه غربی نه شرقی جمهوری اسلامی، پایه نه شرقیش دیگه در واقع حذف میشه و پیوستن به شانگهای به سازمان همکاری شانگهای میتونه در واقع راهکارهای تازه‌ای رو برای ایران و متحدینش توی منطقه ما هست باز کنه. تو این زمینه جالبش اینه که توی همکاری علارغمی که عضویت ایران رو پذیرفتن، قطر و عربستان رو هم عنوان عضو ناظر در این پیمان در واقع پذیرفتند که نشانه های تازه ای از بلوک بندی هایی که میتونه توی منطقه ما شکل بگیره. در این حال توی این دوره ما شاهد آغاز سال تحصیلی خواهیم بود، سالی که تا حد زیادی تحت تاثیر کرونا و مصائب اون هست و همچنان اکثریت مردم واکسن زده نشدن، خصوصا دانش آموزان، و علارغم سرعت گرفتن
واکسیناسیون در ایران، مسئله کیفیت این در واقع واکسن ها، و مهمتر تأخیر عظیمی که در واقع بزرگی که ایجاد شد بسیار بسیار قابل فکر است. تو این دوره دوره در واقع آغاز سال تحصیلی با اعتراضات گسترده معلمان روبروه، تحسن و اعتراض مداوم کارنامه سبزها و معلمان جوان در مقابل آموزش و پرورش مجلس همچنان ادامه داره. در این حال آمارها نشانهای بسیار تاریکی از موقعیت رو نشون میده که 3 تا 5 میلیون دانش آموز کودک در سال گذشته ترک تحصیل کردن و قیمت کتاب های درسی 25% افزایش پیدا کرده. بس اصلا خود رژیم میگه حتی ما ارقام دقیقی از دانش آموزان بی‌بساط نداریم. 30 تا 40% دانش آموزان میگن دانش آموزان شهرستانی خصوصا به دلیل فقر ترک تحصیل کردن. از 3.5 میلیون دانش آموز و 60,000 آموزگاری که محروم از تابلت و موبایل هستن صحبت میشه، و مهمتر ترک تحصیل دختران هست که بسیار بسیار داره بالاتر میره، و در این حال سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی که صدر نشین کودکان بیشناسنامند و کودکانی که حتی حق ثبت نام تو مدارس رو ندارن، و این آمار فقر و فلاکت در کنار کرونا یک مصیبت بسیار بسیار فاجعه باره. توی این ترک تحصیل کردن ها مسئله خارج شدن یا لغو اجرای سند BC یونسکو که سال 96 به دستور خامنه‌ای تعلیق شده بود بسیار بسیار مهم هست، که تأکیدش بر برابر حقوقی و تأکیدش بر به رسمیت شناختن دیگر اندیشان و دیگر اقلیت‌های قومی، نژادی، ملی، مذهبی و اینهاست که حکومت اسلامی کاملا اون رو لغو کرده. و در میشه گفت با این باید آغاز کنیم، با مرگ شاهین ناصری، زندانی که در واقع به عنوان شاهد شکنجه نوید افکاری کشتیگیر ایرانی یاد میشد، که گفتن آقای شاهین ناصری که به دلایل کلاهبرداری یا مسائل مالی در زندان بود، متاسفانه بعد از آخرین گفتگوش که پیامی که فرستاده بود برای یکی از رادیوهای فارسی زبان و اونجا گفته بود من تابعیت حکومت اسلامی رو نمیپذیرم و همه اینها رو کنار میزنم و این حکومت آخوندی رو نفی کرده بود به خاطری که خود شاهد شکنجه وحشیانه نوید افکاری بوده، مرگ او و تاییدش توسط قوه قضاییه و اینکه گفتن که بعداً پزشکی قانونی علت رو اعلام خواهد کرد، یکی از مسائلی است که در مقابل ماست و این احضارهای مداومی که ما شاهدش هستیم. توی این مجموعه میشه گفت که در این مقدمه اولیه با سخنرانی رئیسی و بایدن آغاز کنیم، مجمع عمومی سازمان ملل. شما فکر می‌کنید این مجمع چه تصمیماتی می‌گیره و چگونه است این رویکرد حداقل مجمع عمومی و قدرت‌های بزرگ به مسئله اتمی ایران، جایگاه ایران توی نظام جهانی، و این رو چطور میشه در واقع به تصویر کشید؟ فکر می‌کنم قبل از اینکه به اینها بپردازیم، در همین عرصه مسئله بین‌المللی و سازمان ملل، خوبه که به صحبت‌های آنتی گوترش که به هر حال دبیر کل این بوده گزارش می‌داده نگاه کنیم، چون صحبت‌های او به نظرم مهمترین مسئله است که در این مورد میشه روش تمرکز کرد. یعنی یه تصویری
از تمام جوانب بحران‌های جهانی که واقعا تصویر آخر زمانی محسوب میشه ارائه داده. و بقیه مسائل رو میشه زیر چتر این بحث کرد، به خاطر اینکه این آنتی گودرش قشنگ اومده بحران‌ها رو که وجود داشته همه رو ردیف کرده که چگونه بابا انباشت بحران ها مواجه هستیم، نه یک بحران، دو بحران، سه بحران. همه اینا رو مهمترین سرفصل هاشو با مثلا ویژگی ها و مثلا خطرات و تهدیداتی که متوجه انسان، جامعه، طبیعت میکنه رو مطرح کرده. از جمله مسئله خود محیط زیستی که مطرح کرده به عنوان یکی از مهمترین مسائل که چگونه با اون پیمان پاریس که قرار بود به 1.5% برسه، حالا اصلا پیشبینی ها تمام با این ریتمی که تا حالا ادامه داره پیش بره، تازه افزایش هم 16% پیدا میکنه و ما میتونیم بعد از مثلا انقلاب صنعتی الان با 2.7% درمایش مواجه بشیم که بسیار برای جهان مصیبت باره. اینو مطرح کرده که اساسا هیچ کس به اصطلاح به فکر این نیست، همه اولویت های خودشونو دارن، با زبان خیلی تلخ و قاطع همه اینا رو مطرح کرده. مسئله ویروس کرونا رو مطرح کرده که چگونه این بحران ها رو روی سطح آورده و چگونه تبعیض جهانی رو، امتیازاتی که دولت ها و کشورهای ثروتمند دارند و چقدر بی‌اعتنا هستن به فقر و مسائل جهانی رو مطرح کرده. و در همین مورد گفته که مثلا در آفریقا خیلی جاها کمتر از 1% در آفریقا تزریق شده، در حالی که اینجا بحث واکسن سوم هست و کمک هایی که قراره به این مسائل به پردازه چقدر کمه از اون مقداری که لازمه. همه اینا رو با آمار و ارقام ارائه داده و بسیار فاجعه بار اینا رو تلقی کرده، همین مسئله برخورد جهان و با مسئله کرونا رو. البته خب سعی کرده که بایدن مثلا فرض کن در مورد آمریکا رو به صحبت اشاره کنه، میره بزن بپوشونه، جبران کنه از نظر خودش، ولی به هر حال تصویری که اون داده این تصویر هستش که الان در مورد کرونا کوتاه بشه اشاره کرد. در مورد صلح گفته که بیش از هر زمانی در تمام تاریخ زندگی ما، یعنی اون مطرح میکنه بحران هسته‌ای و بحران رقابت‌ها، جنگ سرد مطرحه و از جهان در تحت عنوان لبه پرتگاه فرو رفتن در تاریکی و انواع این گونه واژه‌ها که گفتم آخر زمانیه. خب وقتی اون مطرح میکنه، اون دیگه کسی نیست که بیاد شعار بده، اون با مسائلی که تمام جهان تحت عنوان سازمان باش مواجهه هر روز باش درگیره، گزارش هایی که دریافت میکنه، جنبندی هایی که میشه، همه اینها رو در همین مورد مطرح کرده. در مورد مسئله استبداد دیجیتال که یک مسئله مهمی هست که چگونه به اصطلاح شرکت ها و قدرت های بزرگ همه چیز ما رو کنترل میکنن، اون تو تشبیه کرده به یک کتابخانه ای که تمام اطلاعات داده های همه شهروندان در کنترل است و چگونه اینا کالا میشه و فروش میره و ازش استفاده میکنن، در حالی که این کتابخانه که همه ما داده های زندگی ما دست ایناست که نمیدونیم کیا اصلا تولید میکنن، کیا اینا رو جمع آوری میکنن، کجا مصرف میکنن، که با تو گفته برای کالا، برای فروش، برای همه اینا، کلیدش دست ما نیست، دست اون شهروند نیست، تمام اطلاعاتش اونجاست پیش از هر جایی. یعنی چنین جهانی مثلا اینطوری چگونه مثلا اطلاعات تمرکز پیدا کرده و کنترلش خارج از اراده شهروندان و تصویری که از جهان. البته جنبه های دیگه این سایبری هم اشاره کرده که گفته که مثلا جنگ بعدی مطمئنن قبلش با حمله بزرگ سایبری مواجه خواهد شد، یعنی فلج کردن زیر ساخت ها، ارتباطات، هر کسی که میخواد بکنه مثل جنگ های معمولی که همیشه به خطوط حمله میکنن که فلج کنن، حالا با هوا با ابزارهای دیگه، اینجا این نقش رو به عهده داره و چگونه این خطر بزرگی که دیگه رها شده و کنترلی نیست و تشدید هم میشه جنگ سایبری. و البته جنبه های دیگه هم داره، دنیای اینترنت، کنترلش، مسائلش که اشاره کرد. پس بنابراین مجموعه ای از
مصیبت ها، از بحران ها در تمام زمین، مثلا در شکاف جنسیتی گفته که چگونه حاد میشه و این مسئله چه مسئله جهانی است و به دنیا است. ما نمیتونیم تمام به هر حال خود نقش سازمان ملل که چقدر ضعیفه، همه اینها در این سخنرانی مطرح شده که من الان لازم نیست همه اینها رو در این فرصتی که داریم میخوام لیست بکنم، ولی یک تصویر گویا منتها در این حال این تصویر وضعیت موجوده، یعنی تصویری است که از واقعیت جهان داره پرده برداری میکنه نشون میده. ولی راه حل چی؟ هیچ راه حل وجود نداشت. یعنی این کاملا نشون میده که بن‌بست یعنی چی. درخواست میکنه که بیایید خب یه مقدار اولویتاتون بذارید کنار، یه مقدار بودجه بدید، کشورهای دیگر در نظر بگیرید، مشکلات جنگ سرد رو تبدیل نکنید رقابتاتون رو به جنگ سرد جهانی که الان به شدت داره خارج از کنترل میشه. اینجور توصیه ها، یعنی در حالی که خود سازمان ملل در همین جام اعلام میشه که هیچ نقشی نداره، چه اتوریته ای براش نمونده و در مورد گرایش های راست، حمله به علم، به دستاوردهای تمدن، همه اینها اینجا مطرح میشه که چگونه اینا زیر رفته در این 75 سال که بعد از جنگ بوده و این دستاوردهای به وجود اومده بوده و اینها میتونه به صورت تاراج بشه و تهدید بشه. خب این یک طرف قضیه است. این به نظر من تصویر بسیار گویایی از جهان، سندیش برای بحران ها به صورت رسمی مطرح شده، فرموله شده و نشون میده که جهان پس از جنگ، پس از جنگ دوم، این قراردادهای اجتماعی، این پیمان هایی که نهادهای موجود رو تشکیل داده که البته این میخواد اینا رو اصلاح کنه و میگه نگذاریم اینا از بین بره و اینها رو تقویت کنیم، دوباره بهش روح بدیم، مثلا این سیاستش کلن این در این راستاست. اما واقعیت اینه که این نظام، این قرارداد، این مناسبات ریشه هاش مطرح نمیشه، دست نخورده در این صحبت ها میمونه، انگار همین آدم ها هستن که میتونن سیاست هاش نوز کنن، همین منافع هم داشته باشن، همین مناسبات جهانی هم حاکم باشه، یه مقدار مثلا امور ظاهر اینها رو بهش پیچه بدن، درست بکنن. این بیش از این ازش در نمیاد، از این صحبت ها، تازه اگر پذیرفته بشه. اون چی که مشخصه این بحث همون بحرانیست که تحت عنوان بحران انتقال از یک دوره‌ای که به پایان رسیده و این تصویر بسیار قاطع و واقعا شفافی رو ارائه داده به دنیای پسا جنگ که الان 75 سال ازش گذشته و این اهمیت این نشستام این بود که میبینیم که این افقها تیره هست. علتش هم روشن، علتش اینه که این وضعیت محصول از آسمون بیرون نیامده، محصول همین روندهایی که بوده، تقویت جنبه های منفی، تضادهایی که حل نشده در درونش به سود همبستگی، که این میگه که همبستگی اصلا وجود نداره، در حال از بین رفتنه. همه این جنبه هایی که ما این دوره که گذشته، مخصوصا این 30-40 سال پسا جنگ سردی که شاهدش بودیم، نئولیبرالیسم و سرمایه داری و تاخت و تاز اینو، و حتی وقتی نئولیبرالیسم میگیم یعنی کل جهان زیر سیطره اینه، چه شرق چه غرب، هر کدوم سیمایی و تصاویری از این جهانی که دستپخت این دوره هستن کلا این جهان موجود اینا تشکیل میدن. اینجا بحث من یا بحث هر کسی نمیتونه یک جناح از جهان باشه، برای اینکه این نظام، این سرمایه‌داری جهانی شده، همینطور که همین میگه همه چی کالا شده، منتها کالا به شکل یک نوع معین نیست، کشورها متناسب با شرایط تاریخیشون، فرهنگیشون، امتیازاتشون، منافعشون، همه اینها، تاریخچه‌هایی که دارن، نوع خاصی از سرمایه‌داری رو شکل میدن در حوزه نفوذ خودشون. از قضا این تضادهایی که این همه نگران شده دیگه بیرون سرمایه‌داری نیست، بلکه در درون خود سرمایه‌داری است که به بلوغ جدید رسیده و هیچ چشم‌اندازی هم ارائه نمیشه، اونطور که مثلا بعد از جنگ جهانی اول دوم، مخصوصا دوم داده شد. به هر حال اون میثاق‌ها و حقوق بشر و مسائل که الان همه این میگه زیر رفته، اینها اون موقع به هر حال
به طور نسبی به وجود اومد، ولی الان همه اینا زیر سوال هستن. خب با توجه به اینها، این بحران انتقال که میگیم مسئله بسیار مهم است و این نشون میده که در بالا هم نشون میده که بحران اینا پاسخی ندارن و در بالا نمیشه پاسخی براش یافت. صحبت های دیگه، سخنرانی های دیگه هم که گوش میکنیم، افقی برای برون رفت از این بحران هم باشد که میبینیم هم باشد همه بحران ها در اینجا خودشو نشون میده وجود نداره، دیده نمیشه. و این به معنی این استش که امید اصلاح قاطع و رادیکال از بالا قائم به او نمیتونه اتفاق بیفته، سترونه. حالا دیگه شرایط عوض شده، شرایط سرمایه‌داری خودش از قول آزاد شده، دولت‌ها رو کنترل کرده، جهان کالاسازی کرده، خودش نمیتونه منتقد خودش باشه، چون در گذشته رقابت‌های دیگه وجود داشت، رفتارهای دیگه هم صورت می‌گرفت در رقابت با هم دیگه در موازنه قوا. الان این کار نمیتونه، الان سبقت میگیرن در ویرانی سازی، در خفه کردن، در دامن زدن. الان میبینیم که نگرانی خود دبیر کل سازمان ملل دیگه که آینده همین نیست که الان هست، داره با سرعت از همین وضع موجود فاصله میگیره. همینطور که با صحبتش با این شروع کرده، جهتگیری نادرستی داریم جهان پیش میره. همین با همین کلام و مشابه این، حالا ترجمهش این صحبت شروع کرده، یعنی جهتگیری غلطی داریم پیش میریم. پس بنابراین این واقعیت اینجاست که ما وقتی بالا سترونه، خب معلوم میشه که یا باید کل جهان به سمت همون در واقع نابودی بره که صحبت میشه بربریت، یا باید به حال یه خروجی، یه اصلاحی، یک جرقه های، یک روشنایی اتفاق بیفته. من فکر میکنم این روشنایی رو اساسا در پایین، در جنبش ها، در فشار افکار عمومی، در شهروندی جهانی، در دستاورد هایی که اینا حفاظت خواهند کرد و تقویت و تعمیق خواهند داد میتونه پیش بره. که البته وقتی از بحران انتقال صحبت میکنیم، یعنی خود انتقال دچار بحرانه. اگر شفاف بود مثلا طالبان به وجود نمیومد که، یا طالبان ها که خودش همزمان یکی از مصادیق همین جهان است که این همه آنتیگودرش رو نگران کرد. حالا خودشون صاحب همین نظم موجودن، اونا رو نظم میدن، کسی خارج از اون نیست، ولی میبینه که همین هم داره خراب میشه. پس بنابراین خود افغانستان یک نمونه خیلی شفاف و برش درخشانی است از وضعیتی که دقیقا مقارنه زمانی هم داشته. ما میبینیم که همزمان اینا اتفاق افتاده و این تصادفی نیست، باز میکنه بحران. خب این ارتجاع در پایین هم هست، پس برای جنبش های مافوق ارتجاعی هم به دلیل یکی از دستاوردها و دستپخت های همین نظامی که این 4-5 دهه اینا بیواسطه محصول اونم و تاخت و تاز کرده، همین افغانستان است که خودشون با دست خودشون قدرت رو دادن دست اونها و با استقبال، و البته اونا هم اونجوری استقبال کردن، یعنی با تیراندازی و داعش و غیره. خب این خودش بخشی از همین بیلانه. پس بنابراین بشر باید یا به این نابودی بربریت، به این سمتگیری نادرستی که داره میتازه به قول این دبیر کل سازمان ملل ادامه بده. خب میدونیم که فاجعه هایی که معلوم نیست، مخصوصا محیط زیست که اصلا برگشت ناپذیر میشه، به نقاط اینطوری میرسه. یا یه چیز دیگه صحبت کردی یادم رفت اشاره کنم، میگه الان دیگه ترور و کنترل کسی نیست که اصلا شخص توش دخیل باشه. نمونه اسرائیل مثلا در مورد ایران اینطوری بود، یه اتوماتیک از ماهواره‌ها استفاده کردن برای تیراندازیش، کسی نیست تو صحنه، تمام اون تدارک رو میبینن اتوماتیک، یعنی از فضا، از سایگیری، از ارتباطات، در دو یا پهپادها، کسی نشسته تو خونش، اون آخره سیستم میاد شناسایی کرده حمله میکنه میره، اصلا هیچ کس نمیره، یعنی به این سمت میره. وقتی قوانین جدید، منشور جدید، مراودات جدید که با جهان جدید انطباق داشته باشه در دستور کار قرار نگیره، این میشه همون خلأ بحران، همون میشه بحران انتقالی که صحبتشو میکنیم به عنوان صورتبندی بحران موجود. پس بنابراین این جرقه، این فشارها، این جنبشها اگر نیان روی صحنه، هیچ
عاملی وجود نداره. البته اینا بیان رو صحنه به این معنی نیست که به بالا هیچ توجهی نشه و نباید کرد. باید از شکاف هایی که در درون بلوک قدرت اتفاق افتاد و از قضایی میتونه تهدید بشه که الان هست که همین سازمان ملل مطرح شده، هم میتونه تبدیل بشه به شکاف ها به یک فرصت طلایی اگر جنبش های بیان. و این اگر همینطور نیست که من آرزو کنم، باید ببینیم که جنبش ها به طور واقعی در یک چشمنداز یک وضعیتی هستن، توانایی جمع شدن، چون جهانیه باید جهانی هم بشه، البته با سنگرها با نبردهای موضوعی که در سراسر جهان در کشورها هست، ولی مطالبات مشترک جهانی الان خودشو داره نشون میده دیگه. بقیه مطالبات نمیشه در برابر اینها عمده کرد. مسئله محیط زیست، مسئله شکاف جنسیتی، مسئله رقابت های جهانی، مسئله کرونا و تندرستی، تمام مسائل جهانی هست، مسائلی که جهان فلج کرده و بعد از اونجا کلید زده بشه مسائل. البته مسائل منطقه‌ای هر کدوم سر جاشه، ولی خیلی نباید اونجا غرق شد. اونا از قضا رنگ و بوی بومی مسائل جهانی رو دارن اکثرا، نه اینکه فی ذاته فی نفسه منطقه‌ای و محلی هستند. پس بنابراین ما در یک چنین در اینجا یک منشوری وجود داره و یک جنبشی، یعنی این دوتا عامل. منشور دیگه از بالا داده نمیشه، ما میبینیم تو خودشون زینف هم و صاحبان همین وضعیتی هستن که میبینیم، همین تکنیک، همین ابزار، همه اینا اونطور استفاده میشه به اون شکل. بعد اینها میتونن از طریق فشار از پایین و در منشور و جنبش ها بتونن این مسائل رو در این حال که در متن زندگی جاری میکنن، شهروندی جهانی، جهان جهانی، فضای جهانی برای اینها، میتونن به بالا هم فشار وارد کنن. در خروجی اینها بیلان متوسطی که به هر حال بیرون ممکنه بده بیرون، ما نمیدونیم چی میشه، میشه دولت ها رو مشروط کرد در دوره انتقالی به این که یک سری مسائل و با فشار از پایین و جنبش ها وادار بشن که پیش ببرن، چون به حال خودشون گذاشته بشه همون بربریتی که میگیم. الان مثلا چین و آمریکا همه دیگه ممکنه جنگ سوم شروع بشه. برای همین من میگم، یعنی علارغم در واقع این تصویر به اصطلاح دهشتناکی که از محیط زیست، از مساواه تسلیحاتی، از در واقع بی ثمر شدن تلاش های تاکنونی برای صلح و دفاع از محیط زیست و بهبود شرایط انسانی، مبارزه با گرسنگی در واقع هست، از شرایط دهشتناکی که کرونا ایجاد کرد و یک درصدی ها در واقع آفریقا و کشورهای پیشرفته واکسن سوم، از این نابرابری بزرگ وقتی صحبت میشه و در این حال نگرانی از مساواه تسلیحاتی، ما تو همین شرایط ایالات متحده ای که در واقع میزبان این مراسم هست، الان یک مساواه تسلیحاتی بسیار بسیار گسترده رو در واقع سامان داده که الان با استرالیا و بریتانیا در واقع نه فقط منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو زیر بردن، با سازمان دادن در واقع زیردریای اتمی برای استرالیا یک جنگی رو در دریای جنوبی در چین سازمان میدن، یک مسابقه تسلیحاتی بزرگی بین دو قدرت هست برای محدود کردن در واقع چین. علارغمی که میگن جنگ سرد نمیخوایم باشه، یک جنگ سرد واقعی و حتی زمینه های یک جنگ گرم واقعی رو دارن سامان میدن و ویرانی های بزرگی که خود این در واقع سلاح‌های اتمی، آزمایشات مداومش میتونه چه ایجاد کنه. این در حالیه که اونجا این مسابقه رو سازمان میدن و خودشون رو شیفت در واقع نظامی ایالات متحده و حضورش میره تو دریای چین، از خاورمیانه‌ای که ویران کرد توی 14 دهه اخیر میره بیرون، میده به دست طالبان و جریان آدمخوار اسلامی توی افغانستان. مردم افغانستان رو فرش قرمز رو از قطر میکشن که طالبان بیاد، و از اونور در عراق هم همین زمینه‌های این هست. یعنی اگه شما یادتونه که داعش چجوری به وجود اومد، آمریکایی‌ها تخلیه کردن، فضای ایجاد شد، یک
نیروی وحشی که به در توسط ترکیه و قطر و عربستان اینا سازمان پیدا کرده بود با اون افراطیگری ها و خشمی که از اشغال بود، داعش فاجعه باری رو ایجاد کرد توی اونجا و حکومت تمام مرزها هم در نوردیدن. یعنی اگر مقاومتی هم صورت نمی گرفت الان ما چیزی به نام عراق و سوریه اصلا نداشتیم و شاید گسترده تر هم می شد این در واقع قضایا. یعنی به این لحاظ میشه گفت که علارغم اون تصویر، اقدامات عملی که داره میشه تشدید جنگ تسلیحاتی، مسابقه تسلیحاتی است، تشدید در واقع تخریب محیط زیسته، تشدید فقر و فلاکت انسانیه، تشدید این که نابرابری ها گسترش پیدا کنه. به خاطر همین نابرابری ها هست که هست و فجایع زیست محیطی، مسئله مهاجرت با دیوارهای بزرگ داره فقط عملی میشه. یعنی میخوان جلوش بگن دیوارهای فیزیکی که بین مکزیک و آمریکا ساخته شد و یا بین فلسطین و اسرائیل، سرزمین‌های اشغالی و اسرائیل، الان ترکیه در سوریه و ایران مرزهای اونجا داره میسازه و مجارستان و اسلواکی دارن میسازن دیوارها، بلوروس داره میسازه. یعنی ما با یک مجموعه متناقضی از دولت‌هایی روبرویم که مسئله‌شون مسئله این نه فقط جهان ما، حتی منطقه خودشون هم نیست. مسئله حفظ قدرت، حفظ منافع یک درصدی ها و ادامه وضع موجوده که در واقع نتایجش رو ما تو این گزارش میتونیم ببینیم. خب مهمه این قضیه، هرچند شما به درستی هم گفتید مسئله پایین، مسئله جنبش های پایین، جنبش هایی که باید مقاومت کنن و چیز دیگری رو به وجود بیارن، بعد خصوصا بعد از 4 دهه که از سقوط اتحاد شوروی گذشت و توازن جدیدی توی جهان داره ایجاد میشه، قطعا تغییرات در شورای امنیت، در خود سازمان ملل و حقوق ملل در واقع تا حد زیادی همچنان در دستور هست و باید دید که به کجا می رود. ولی خب برگردیم به صحبت های در مورد پیمان آکوس که اشاره کنم. پیمان آکوس همین از قضا الان بحث همینه که این جهانی که داره بیرون میاد از این چند دهه بحران چه سیمایی داره و این بحثه، این مهمترین الان بحثه. حالا خورده ها جوانه باید همه میبینیم، داریم میخونیم و میبینیم و روشنه، ولی بحث اینه که در یک جنبندی بحث ما، کار ما اینه، یعنی تمرکز چه تصویری از جهان داره پیدا میشه و بعد چه کرد. یعنی اگه ما نتونیم نقشه عمومی و روندهای عمومی رو دریابیم، خب معلومه که در روندهای جزئی که در بحران همیشه هستن فرام میکنن غرق خواهیم شد، افقی نخواهیم داشت. این پیمان آکوس از قضا یکی از اون رویدادهاییست که در تقارن زمانی هم با همین بحران افغانستان، با همین نشست مجمع عمومی سازمان ملل و این صحبتهایی که جمع شده اینجا داره مطرح میشه شده، تقارن پیدا کرده و این تصویر و پرده برداری از اون جهانی است که در شرف پیدایشه، ولی نه به عنوان یک چیز مقدر، اون چیزی که دستپخت این وضعیته، ولی به هر حال سیمای خوبی نیست. کما اینکه همون اول هم می‌دیدیم که تبدیل به یک دعوا و مناقشه بزرگی بین اتحادیه اروپا و در رأسش فرانسه با دولت آمریکا شد و دیدیم که چگونه دو تا متحدی که هیچ وقت به این نحو با هم صحبت نمی کردن، قهر نمی کردن، میز و مذاکره رو ترک نمی کردن، این کارا رو کرد فرانسه و اونا هم البته سعی کردن نرمش کنن، آرامش کنن، چاشنی انفجارش بگیرن. ولی خب این هم اشاعه هسته‌ای هست به نحوی که خود سازمان ملل هم مسئله مطرحه که این به معنی این هستش که شما از هسته‌ای مثلا انرژی 90% و بیشتر از اون، یعنی غنی سازی رو در اختیار کشوری که هسته‌ای نداره میگذارید و اون برای دفاع استفاده میکنه و اینها در اختیار اونه و این دفاع هم باید تقویت بشه، ای کشتی‌های جدید، ابعاد جدید. و این
به این دلیل که میخواد در مقابل رقیب قرن 21 که قرن از در خودش قرن چین نشه، که البته قرن چین هم افتخاری نیست برای بشر، درست یک نوع حتی بازگشت به عقب هم هست، بله عقب هم هست، حالا اینو میشه صحبت کرد، ولی واقعیت اینه که این روند اینه که اونو عقب برونه. بحران هژمونیک که آمریکا داره مسئله اساسیشه و اون دوگانه سازی که سرمایه داری، پویش سرمایه داری هست و نمیتونه ازش سلب بشه. این چجوری خودشو داره هر لحظه نشون میده، حتی پس از افغانستان. حالا بایدن گفته که اصل دیپلماسی شروع میشه، اصل پایان این نوع جنگ هاست، البته جنگ به عنوان گزینه نهایی سر جاش هست، محفوظ محترم، کما اینکه تا همین سخنرانیش بایدن مطرح کرد به عنوان آخرین راه هست، نه اینکه زود بریم اونجا. خب اینم به خاطر اینه که جنگ رو شروع کردن. آمریکا میگه که من رئیس جمهوری هستم که بعد از مدت ها که مثلا در با شما صحبت میکنم جنگ نمی کنه آمریکا، همین لحظه کوتاه مدت و به عنوان افتخار، حالا تا دیروز خود همین داشت میکرد دیگه، نه الان در نقاط دیگه جهان هست، در سوریه و در لیبی و در خیلی جهادی جنگ هست، اینا برای دستشون هستش همچنان، ولی به هر حال در حرف در بقول معروف سخن که مالیات نداره اینطوری فرموله کرد. ولی درست همین شرایطی میگه آمریکا اومده بازگشت کرد، رهبری جهانی رو میخواد به عهده بگیره، دوباره با نفس از در او دیگه ادعاهاست و هدفش اصلی نشین که یک رقیبی مثل چین پیدا شده و حالا اون دو قطبی سازی رو که دیگه فایده نداره برای منافع ما، همون تروریسم، البته تو تروریسم در سطح دیگه همونطور که گفته هست در جاش و ما کوتاه نخواهیم اومد، متا به عنوان هدف عمده اصلی که حول این بخواد جهان بسیج کنه دیگه بیخاصیت شد، بیخاصیت کامل شد. میبینیم دیگه حتی در افغانستان نتونستن یک جایگزینی ایجاد کنن، ناتو با هم بحث کردن هیچ کس حاضر نشد در مقابل آمریکا اونجا نیرو پیاده کنه، داشته باشه که این فاجعه اتفاق نیفته برای انتقال قدرت. خب مسئله اگه اینطوری هست، این به معنی نیست که آمریکا که نظام سرمایه‌داری می‌بینیم اونجا خب داره میتازه، حرفش اینه که یک دو قطبی جدیدی تحت عنوان چین علم کنیم و در رقابت با او همین پیمان آکوس رو مثلا اولین کار کردش، البته گفتیم من میخوام ناتو و بقیه همین کار بکنم، این رهبری جهان یعنی رهبری جهان در برابر او. حالا این رهبری در برابر او، این خود سرمایه‌داری است که اینو تولید کرده، این دوگانه سازی رو ازش به وجود اومده، این از آسمون نیومده، اون بلوک شرق و غرب قدیم نیست، یعنی خودشون در رقابت با همین بازارها دارن این جنگو میکنن، در همین کالاسازی ها، در همین سبقت گرفتن ها، هیچ چیزی جز این نیست. البته خب مدل هاش فرق داره، این تحت عنوان مدل ما مثلا پشت دموکراسی، البته دموکراسی که دیگه اصلا خودش بی‌معنا شده در همین جا، ما میبینیم که بایدن میاد چگونه علیه این دموکراسی شورش کردن، میگه حمله کردن به کنگره و اینا، ببین خود این دموکراسی اصلا اونجا بی‌معنا داره میشه و خیلی جاهای دیگه کشورهای دیگه همینطور که سازمانان گفته راست ها دارن میان و دموکراسی زیر ضرب رفته، جز صحبتاش هست. خب اینا یه واقعیت هاییست که در جهان داره اتفاق میفته. پس این دو قطب سازی بازم مهمترین مسئله است. این که ما این هیپنوتیزم، این در واقع جادوی دو قطبی رو خونسا کنیم، این جنبش ها بسیار مهمه که بتونن نیروی مستقل از این برآمد ارتجاع، چون هیچ چیز مثبتی در این هیچ کدوم از این دو قطبا نیست، اینا در واقع کارنامهشون انجام دادن، تا چون نیروی بدیلی که اینها رو کنار بزنه به وجود نیامده هنوز، به دلیلی که تازه اینها و مسائل دیگه که برای به اینجا رسونده بحرانو، این وضعیت الان غالب شده، یعنی خود این ارتجاع از پیشان اینا هیچ عافیتی نیست، هیچی در نمیاد. چین مثلا فرض کن از کی داره دفاع میکنه؟ از طالبان. از کی؟ حکومت اسلامی پناه آورده که برای اقتدارگیری آیندهش با چین با چگونه به هم نزدیک دارن میشن، یعنی چین سرمایه گذاره که اینجا، از همین در مورد آکوس یکی از مسائلی که چین عمل کرد خودش نشون داده تأثیر گذاشت در اینجا، استرالیا بود که بیشترین روابط اقتصادی رو با چین داره، در اقیانوسیه و هند و چین نزدیکن دیگه، یعنی در یک مناطق مشترکی هستن
در اون سمت ژئوپلیتیک جهانی خیلی رابطه تنگاتنگ و گسترده اقتصادی داشته. ولی به محض اینکه استرالیا اومد مطرح کرد که این ویروس ووهان بررسی بشه، چین شدیدترین تحریم ها رو علیه استرالیا اعمال کرد به دلیل قدرت برتر اقتصادیش و فشاری که میتونست به استرالیا در مورد اون وابستگی اقتصادیش که مبادلات وسیعی باش داشت ازش بهره بگیر و نهرم. پس بنابراین ببین تحریم ها فقط مربوط به آمریکا نیست که هست، که بیشتر از همه منتشر کرده و باید علیهش مبارزه بشه و تبدیل کرده به یکی از ابزار زرادخانه جهانیش، سرکوب، کنترل. این یه واقعیت تلخی، یعنی جنبش باش مواجه. ولی چین هم نیامده، ببینیم که هنوزم با آمریکا هنوز فاصله داره، ولی خب بخواد سبقت بگیره، چشمنداز اینطوری تهدید میشه، میبینیم که خودش از اهرم تحریم داره استفاده میکنه و کرده، هنوز نیامده. پس بنابراین مسئله بر سر این است که جهان با قدرت‌های بلا منازع و کنترل نشده جای خطرناکی میشه. این یکی از وجوه جنبندی است. مهم اینه که این موازنه قدرت‌ها در بالا فلج بشن، نتونن نه آمریکا یک تازی کنه، نه چین یک تازی کنه، نه یک قدرت سومی بیاد کنترل هژمون رو به عهده بگیره از این قدرت‌هایی که مثل مال نظام موجود جهانی هستن و متعلق به اون هستن، از دل اونها اومدن بیرون. اینها از همین وضعیت دفاع خواهند کرد، منتها از روایت های حتی ممکن عقب مانده تر، خشن تر، بازگشتی به گذشته تر. خب اینا این واقعیت های تلخی هست. پس بنابراین ما با این مواجه هستیم و این آکوس یک پرده برداری از دنیای جدید و قطبندی های جدید، یعنی جهانی که در این حال خود آمریکا با اروپا هم اینجا دید با هم درگیر بودن. دیدیم فرانسه و قهر، حالا میخوام مذاکره کنم به نقطه تعادل برسم، ولی مسئله حل نخواهد شد، چون کل این جهنبنده اینه که آمریکا دنبال هژمونی خودشه، قدرت خودشه، سرمایه های خودشه و بر اصلا خود آمریکا اول شعاری که ترامپ داده این همون شعار رو برداشته داره پیش میبره به یک نحو دیگه ای. و این نشون داده که جریان هایی که تحت عنوان اصلاح طلب میان در این کشورها همون شعارهای راستا رو میگن، یه مقدار این بر میکنن، یه مقدار اون بر میکنن، پیش میبرن. و بایدن در اینجا یک کتازی و یک جانبگریش رو به شکل اوریانی نشون داد، در این حال که با شعار چند جانبگری اومده بود، بازگشتی به گذشته. ولی بازگشتی به گذشته رویاست دیگه، بازگشتی وجود نداره، اصلا امکان نداره. اون گذشته کارش کرده، محتواش، ظرفیتش، هر چی که داشته سوزونده دیگه، چیزی وجود نداره در درونش. پس بنابراین اون چیزی که هست عقبتر رفتن و ارتجاعی رفتنه، این روشنه. ولی در پشت شعارهای زیبا، مثلا بایده یکی از شعارهای زیباش همین مسئله مبارزه با محیط زیست بود که تا سال 2050 ما به صفر میرسونیم، البته زیر فشار همین جنبش ها و مسائل و بحران هایی که هست، ولی در این حال هم وعده است، هم در این حال همونطور که خودش گفته که انقلاب سبز، خط ریل، یعنی سرمایه‌داری، کالاسازی، جهانی‌سازی، همه اینا سر جاش بمونن، یک بستری برای تنفس، صحبت‌های بایدن که از میبراش اینه، اونجا برای خودشون پیدا کنن، ما فسیل اینا مبارزی کنن. ضمن اینکه یکی از چیزای جالب اینا بگیم دیگه، بیش از این نمیشه مسائل بین‌المللی رو، شاید فرصت نباشه، اینه که بایدن حرفایی که میزنه رو هواس، به خاطر اینکه خود پایگاه خودش اصلا رو هواس، یعنی اون رئیس جمهورها که قبلا میمدن قدرت هم صحبت میکردن برای یه دور حتی قرار فکر که خب که چند سالی میمونه، هفتش سالی، ولی همین الان وسیله حریفی که تا دیروز بوده اونجا همین ترامپ و حزب جمهوری خواه تهدید شده و الان استیضاح دارن میکننش، حالا نشه ولی دارن استیضاحش میکنن، چون به هر حال در کنگره اکثریت هنوز با ایناست. ولی ببین مسئله استیضاح یعنی به اینجا رسیده و بعد نظرسنجی هایی کردن از ترامپ زده جلو، الان خاطر همین مسائلی که بایدن نتونست خوب حل بکنه تو همین فاصله، انتظارات رو برآورده کنه از جمله کرونا و مسائل مهاجرت و غیره، چند تا مسائل هست دیگه، نه اینا مسائلی برجسته کردن شده و اونها همین نظرسنجی های جدید فاجعه است، بازگشت ترامپ برای جهان، برای آمریکا. ولی
زیر این ویلان، زیر این برخورد ها، پس بنابراین اون چیزی هم که این از جهان تصویر میده در واقع آمریکا خودش اصلا دو شقه است. اون چیزی که سازمان ملل گفته در درجه اول تبلورش در خود آمریکاست، همین راست و شکاف و آشفتگی جهانی که میگه در درجه اول در خود آمریکاست. پس بنابراین یک سکانداری، یک به اصطلاح جایگاهی که شما بتونید اهرمتون اونجا بذارید، جهان رو با اون تغییر بدید، که آمریکا بود بعد از جنگ دوم، اون اصلا خودش زیر سواله. اروپا هم زیر سواله، چون این مسائل درگیریاش بین دو خود خیلی مسائل داره که خب خارج از بحث منه، اینها هم هستن. بس منو برای این در بالا وقتی این نتیجه رو استنادو میکنیم که سترونه، اینو باید خوب باز کرد و باید با دلایل خیلی قوی تری که خود شواهدش ما میبینیم در روزمره در تحولات جهانی اثبات میشه، و اینها باعث میشه که ما یک جهان، یک افق دیگری رو که وجود داره در متن این جهان که اجازه نمیده این تسلط وضعیت ارتجاع، اونها رو شفافتر ببینیم، بشر بتونه پیوندهاش و روابطش و جنبشها و مسائلش و خواستهای مشترک و منشورش رو بتونه شکل بده و بتونه این گذار بسیار خطرناک دوره انتقالی رو، آخر زمانی رو که تبیری کل سازمان رو مطرح کرده، بتونه عبور بده. توی این دوره آخر زمانی و سرنوشت پروژه اتمی ایران چه میشه؟ ببینید پروژه اتمی ایران اونجا بایدن هم مطرح کرد، چیز مسئله جهانی و همه هم رو میدونن که الان تبدیل شد به یک مسئله جهانی، به خصوص نگرانن که ایران نکنه یه دفعه از این بحران ها و مسیری که تا حالا طی کرده و دولت جدیدی که اومده بره به سمت اون چاشنی انفجاری. این خیلی به اصطلاح مسئله جدی و خطرناکی در نتیجه سعی کردن، و از طرف دیگه آمریکا میگه ما میخوام از جنگ بیان بیرون. خب این هم حکومت های مثل حکومت اسلامی هم این پیام اصلا دریافت کردن، میگه ما آمریکا رو میخوایم از سوریه و عراق و همه جایی از خاورمیانه اصلا فراری بدیم، این شعارشونه. پیام رئیسی هم شما اگر محتواشو بخوایم دکوده کنیم همین بود، با آمریکا و اسرائیل و همون بسیار دشمنی سازی که دو قطبی سازی که میکنه اون جوهر پیامش بود. بعد میگه با جهان میخوام رابطه داشته باشم، همیشه حکومت یعنی طالبان هم میگه میخوام با جهان رابطه داشته باشم، اصلا پیامش اینه، میگه سفارتخانه هم فلان این حرفا رو مطرح میکنه، ولی با سیاست های کلانی که پیش میبره اینا قابل تعریف هستن. با زنان چه برخورد میکنن، با مسائل جهانی، مالی، اقتصاد، واردات، تحریم، خیلی چیزایی که حکومت اسلامی باش درگیره چه برخوردی میکنه. واقعیت اینه که سیاست حکومت اسلامی ایران هم که خامنه‌ای گفته اصلا فرض کنیم تحریم ها خواهند بود، خونسا کردن تحریم هاست، فشارها از طریق یه سری اقتصادهای به اصطلاح اینجا مخصوصاً معنا داره، یعنی مقاومتی، یعنی قلابی، اونها به اضافه همین شانگهای و مراودات جهانی که خلأ ایجاد شده در سطح جهان، اینها سعی میکنن که پادمان آژانس رو، یعنی پادمان اصلی رو، نه الحاقی رو کم بهش ندن که تن داده بودن در گذشته به اون نظارت های ویژه، یعنی سیاستشون اینه. البته خب فشارهای زیادی هم از نظر اقتصادی، از نظر جهانی، از نظر کشورهای اطراف، عربستان، اسرائیل، همه وارده، باید دید خروجی نهایی چی میشه. ولی اگر به سیاست اینها به عنوان پلان اصلیشون، پلان آ توجه بکنیم، سیاست همینه، خونساسازی، اون زیر بار الحاقی نرفتن. همین الان یه چیزی هم پروندن اخیراً، میگن که خب اینو متا صریح نمیتونم بگن چون نمیخوام بگم ما برجامو قبول نداریم. برجام در واقع تاش رو حواس، هم از طرف ایران هم از طرف آمریکا، مخصوصا ایران دیگه نمیخواد به این تن بده با اون به اصطلاح محدودیت ها و اینا. متا یه چیزی هم هست، چون برجام به اصطلاح بندهای غروبش دو سه سال بیشتر نمونده، میتونه پلان به هم بشه، یعنی بدون این که امتیاز جدیدی بدن این زمان رو بگذرونن دو سه سال، و این هم میتونه بمانه یک بازی دوم توشون هست. ولی بازی اولشون اینه که بیان گام به گام آمریکا، همونطور که
رئیسی گفت، اسلامی گفت، یعنی رئیس آیاز ایران، و وزیر امور خارجه ایران گفتن صریح در همین صحبت‌های اخیر در همین مجامع جهانی و نشست‌های جانبی اینو صریحا مطرح کردن، چون خیلی فشار بهش بود که زمان تعیین کنه برای وین و اینا. اینا صریحا اینو مطرح کردن که ما عمل خواهیم دید. این رئیس جمهور اصولگرا و پراگماتیست عملگراست، یعنی در عمل ما نبینیم هیچ گامی به عقب بر نخواهیم داشت. این یعنی یک راستی آزمایی دیگه، ما مثل قبل کاغذ بیاریم توافق کنیم بعد همه چیزو اینا رو قبول نخواهیم کرد، چون اعتمادمون از بین رفته، شما زدین زیرش. اینا رو اینا میگم مطرح میکنم، کشورهای اروپا هم خونسا بودن، خاصیتی نداشتن. پس بنابراین تیغ جهان نمیبره، اینجا هم دنیا هم اینطوریه که هر کس قویه خلاصه میزنه میبره. یه جهان واقعی هم هست البته، نه این که مصنوعی باشه، این واقعیه. منتهای مراتب اونی هم که اینا میخوان بکنن پاسخ نیست. اونا یک مثلا بدبختی ها و یک فلاکت ها، یک مصیبت های بسیار بسیار عمیق‌تری رو بر سر مردم میاره. حالا ما شاهنگان میتونیم صحبت کنیم، ولی در این مورد هستی که الان صحبتش کردیم، اینها حرفشون اینه که بیاییم یک گام شما بردارید حرف نهاییشون، مثلا این باید دکوده بشه نهایتا. نمیگم برجام در مثلا علیهش نیست، نباید باشه به لحاظ سوری رسمی، چون اون هر برد دست بدن مات میشن بازی شطرنج. این رو حفظ میکنم، میگم بیان شما یه گام برمیدارید، ما عمل میکنیم، ما هم یه گام برمیداریم عمل میکنیم. یعنی یه دفعه ما تخمرغ همون همه رو در سبد شما نمیچینیم. این گام به گام معنیش اینه که رژیم در این حال که یه مقدار فرجه پیدا میکنه، مثلا همین نفت رو مثلا زیادتر فروخت کرده، معلوم شد که یه رشد اقتصادی اخیر در دوره مثلا شفت ماهی روحانی وقتی بایدن اومدی با شل شده، درآمدش بیشتر شده و رشد اقتصادی صورت گرفت. این واقعیتی است که نشون میده، یعنی تحریم قدیری خورده به سرنوشت ایران، به سرنوشت رژیم اقتصاد. خب اینا در این حال این گشایش رو میخوان، ولی واقعیت اینه که حالا با شاهنگ‌های صحبت کنیم، اینا گاز و نفت و فلان اینا دارن و میگن ما میتونیم از طریق تعاطر پیمان شاهنگ‌های اینا حل بکنیم، وارد اون میشیم، یه چنین افق‌هایی هم برای خودشون گذاشتن. ولی نقدن اونجا مذاکره رو شروع خواهند کرد، من تا با این تأخیر که تا حالا کردم و هر روز برای غرب نگران آوره، چون هر روز داره غنی‌سازی زیاد میشه، گزارش آژانس هست دیگه، نه خطرناک میشه به نقطه های باریک. خب اینا که داره اتفاق میفته با قدرت بالا، این تأخیر زمان به ضرر اینا نیست و به اونا میگه که ما خیلی فکر نکنید نگران تحریم هستیم، از موضع قوت اونا رو بخصوص در موضع ضعف قرار بده از نظر خودش، و بعد میشینه. حالا یه وعده هایی دادن که دو سه هفته دیگه میشینیم صحبت میکنیم، ما داریم بررسی میکنیم، ولی اونجا خواهند گفت شما بیاین عملا نشون بدید، ما هم متقابلا گام هایی رو برخواهیم داشت در مقابلش. توی این شما از تغییر توازن قوا و مسائل و اینا گفتید و مجمع عمومی صحبت کردیم، تو این به اصطلاح تغییر توازن و قطبدی های جهانی قطب جدیدی هست، قطبی که در واقع روسیه و چین سازمان دادن، بعد هند و ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان و اینها هم بهش پیوستن، و خب جدیدن بعد از حدوداً 15 سال ایران که به عنوان ناظر در این پیمان بود بالاخره به این پیمان همکاری پیوست. تأثیرات این در واقع چیه؟ متاسفانه وقت زیادی هم نداره، حدودا 7-8 دقیقه وقت داریم که این چگونه است، چطور اینو ارزیابی میشه کرد؟ ببین این اولا حادثه بسیار مهمیه در برای کشور ما، برای اینکه به هر حال ما از مشروطیت همیشه با این پیمان ها، جامعه ها، جنبش، پیشروان، بخش آگاه جامعه همواره حساسیت وجود داشته در ورود به این پیمان ها، و نقش این که ایران خارج از این پیمان ها باشه به هر حال اونقدر بوده که مثلا فرض کن مقاطع ایران مجبور شده همین دولت ها بیرون از پیمان ها قرار بگیرن. خود خمینی با شعاری که جامعه چون وجود داشت، تاریخ چه ما وجود داشت، سوار موج نه شرقی نه غربی شد به صورت تقلبی، این بسیارش با این شعار اومد. ولی الان ببینیم که همه اینها که دوران پسا خمینی و دوره انتقال داریم که حکومت اسلامی در حال پوسندازیه، نوع خاص خودش در جهت طالبانیزی شدن، یه نوع خاص خودش،
این داره اتفاق میفته. در این مورد هم ما شاهد این هستیم که ما یک نوع سیاست هایی رو که مثلا توی سنتو ایران بود چقدر مسئله بود، شاه خب خیلی آسیب پذیر بود لحاظ افکار عمومی، جنبش ها، پیشروان جهان اینا، و وقتی از این ثبات هم که میگفتن نمیکرد، دیدیم دیگه. ولی واقعیت اینه که الان اینا درست با اون شعارهایی که اومدن الان خودشون زدن زیر شعارهای خودشون استقلال رو که ادعا میکردند و رفتن در یه پیمانی که در اون پیمان چه پیمانیه؟ پیمان گفته میشه چینه، چون چین قدرت بزرگ اقتصادی است و اونجا بقیه در واقع مکمل اون هستن. فقط از نظر نظامی اگر بحران جهانی بشه روسیه هم هست، منتها به لحاظ اقتصادی واقعیت اینه که این راه ابریشم یک جاده اینا همه گره خورده با این و این هم با گره خورده با چین و پروسه چین، جاه طلبی چین، رشد چین اینا. البته هندینا هم هستن ها، نمیخوام بگم اونا مطرح نیستن. کلان 40% جمعیت جهان در این پیمانه، 20% دولت ناخالص هست در اینجا در کل. منتهای مراتب اساسا همین چین هست و بعد از هند و اینا، یعنی اینطوری نیست که بقیه، حتی روسیه هم که خوب نسبت به ایران خیلی وضعیتش، ولی روسیه هم بیشتر نظامیه ابرقدرت یا قدرت برتر، نه از نظر اقتصادی. از اقتصادی جستش باری که اصلا قابل قیاس نیست با چین و اینا. خب با توجه به اینها این هم یک پیمان است که بچه نظامیش هنوز قوی نیست، امنیتی هست و در آینده میتونه فراتر بره، ولی الان نقدن نیست، اقتصادی کلان هست اینا. پس در این رابطه اقتصادی را هم نفت و گازه، چین هم به نفت و گاز احتیاج داره و همینطور هند در این پیمان، یعنی اینا بزرگترین مصرف کنندگان جهان هستن از خزان و رو به افزایش، حتی چون خودشون چنین منابعی ندارن، چون آمریکا کم کرده به دلیل منابع داخلی. ببین این مسئله، پس بنابراین ایران نقطه قوتش اینه، مزیتش و اونام اونه و اینها میتونن رو ایران هم وقتی وارد کردن بعد از نمیدونم 20 سال فلان اینا، تقریبا 18 سال درخواست کرده بود نمیشد اینو وارد کردن. البته وارد کردن یکی از فاکتورهایش اینه که بازی میکردن با زمان عضویت، نه اینکه همیشه وعده میدادن به ایران چند سال، دولت قبلی هم وعده میدادن، ولی وقتی دولت جدید دیگه دولتی بود که بهشون نزدیک بود، میدونیم که روابط داشت، هم با شی ملاقات کرده رهبری، هم با اون ملاقات کرده با پوتین و اینا، این رابطه ویژه دارن در حالی که با آمریکا اصلا روابط نداره، دشمن اصلیه. پس من با اینا یه رابطه های ویژه دارن، اینا شناخت دارن، روابط خیلی زیادی دارن، پیمان های زیادی رو در اشل های کوچیک با هم بستن، مانور های زیادی رو از اقتصادی نیز انجام دادن. یعنی ایران در عمل یه آزمون رو طی کرده، به اعتماد شده که دولت جدید اومده اینا اوکی کردن لحظه عضویت رو، تصادفی نیست که در این دولت شد، ولی خب مطرح بود از قبل. ببین این مسئله اتفاق افتاده، ایران رو تبدیل میکنن به یک انبار سوخت و ایران هم امیدش اینه که زیر فشارهای جهانی و فلان اینا میتونن بیان چه بکنن، مثلا نفت و فلان اینا رو بخوان تحریم در بیاد، به شکل نه رسمی، به شکل عملی. یا کشورهای به قول خودشون هم مرزن، همشون نزدیکن، یعنی کاملا مثلا با چین، چی نفت ما رو می‌خرید این دوره تحریم؟ چین بود دیگه، نه اساسا چین بود. خب اینا حالا با این پیمان ها بیشتر میتونن بخرن. مثلا ایران ببینیم که اینها چین وقت نمیاد سرمایه گذاری بکنه که رقیب خودش از تولید، که خودش کارخانه تولید جهانه، چین جهان مصرفی مخصوصا. خب اینها رو که نمیاره ایران اجازه بده، حتی اون سرمایه گذاری کلان که گفته شده اگر این روابطش رو با جهان ایران درست نکنه، مثل این FATF یا مسائل دیگه پولشویی غیر و اینا، اصلا نمیتونه اون در واقع علیه اون رسول با مناسبات جهانی داره. گفتیم چین بخش از نظام سرمایه داری جهانیه، نظم موجوده، اون در این حال میخواد این نظم حفظ کنه، سازمان ملل همه این حفظ کنه، این روابط حفظ کنه و مدافع اصلی میگه منم چند جانبیگری اینا تو زدم پشتش و زدنم واقعا دیگه نمیخوام جهان قبلی رو، چین میگه من الان دفاع میکنم. پس بنابراین با توجه به این شرایطی که ما این هستیم که ایران یک امیدی بسته که بتونه از دل اینها، و چون ایران از خزا
حلقه ضعیف اینجاست، بخاطر اینکه آسیب پذیر از نظر بحرانی داخلی ایدئولوژی و انباشت بحران ها و این فشار جنگ سردی که الان داره شروع میشه، بیش از همه میتونه این شمشیری دودم باشه. مثلا اینو بخواستم تاکید کنم در این پایان جمله در جنبندی متبعد باز بشیم بس که چگونه جنگ سردی که داره اتفاق میفته حلقه ضعیف این پیمانو که ایران باشه که و چند سال دیگه مسئول خواهد داد، الان فعلا تشریفات اوزبیرین هست تا دو سه سال، خب اینو میتونه چیکار کنه؟ آسیب پذیرتر کنه، چون اونا به هر حال جایگاهشون ارتباطشون با جهان اقتصادشون قوی تره، ما وضعیتمون اونطوری نیست. پس بنابراین چیزی نخواهد ماسید به اون معنا. ما بهترین راهش همینه که مردم موازنه منفی، یعنی قدرت هایی که نظم جهانی رو به این شکل زندان، جنبش ها بیان از این موازنه رقابت ها منفی، نه اینکه به یکیش متکی بشن، متحد بشن درونشون برن. حکومت جایگاه خودش برای بقا خودش اینجا جستجو کرده که این برای آینده جامعه ما مسلما چیز منفی است و بدشگون. ممنون از شما. تغییر روزبه گرامی متاسفانه به خیلی از موضوعاتی که در مقدمه برشمردیم نتونستیم برسیم. امیدوارم یه در برنامه های دیگری بتونیم ما و همکارامون بتونیم به اجزا بپردازیم و در گفتگوهایی که در آینده خواهیم داشت. شاد و سلامت باشین، برای همتون آرزوهای خوب داریم و شادمانیم.